আলে বাইজান রুমি যখন এখন سلام سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان خوبان، امیدوار هستم که در هر گوشه کنار از دنیا هستین شاد پیروز موفق سربلند باشید. دوستان نهایت عزیز، شما بیننده چینل مهمان ما هستید. من جویا و همکارم مرضی حیدری در خدمت شما هستیم. دوستان امروز میخواهیم بر شما یک غذای محلی به نام لخچک آماده کنم. لطفا تا آخر برنامه ما را همراهی کنید و نا گفته نماند اگر چینل ما را سابسکرایب نکردین لطفا چینل ما را سابسکرایب و آیکن زنگ را فعال کنید. دوستان عزیز، برای لعاب لخچک ما به چند تا بانجان رومی نیاز داریم و دو عدد پیاز و دو تا مرچ سبز و چند عدد سیر. اینا رو ما بعدا در روغن سرخ میکنیم و یک لعاب فوق‌العاده بر شما آماده میکنیم. در مرحله دوم بانجان رومی یا همون تماتر را از رنده میکشیم. سیر را از این خانه رنده میکشیم به خاطر اینکه این خانهش بسیار کلان است، باید از این خانه خردتر کشیده شود. پیازی رنده شده را در روغن میندازیم. میمانم که سرخ شد. دوستان حالا نوبتی سیر است. سیر میندازم و سیر هم میمانم که خوب سرخ شد. حالا باینجان رومی اضافه میکنم دوستان عزیز. باینجان رومی ما سرخ شد. حالا نیم قاشق چایخوری زردچوبه و پودر مرچ سرخ و مرچ سیاه به قدر ضرورت. دوستان حالا یک گلاس آب اضافه میکنم و در حرارت کم مدت دو دقیقه میمانم که آب و لعاب ما میکس شود. دوستان دل نخودی که قبلا ما تر کرده بودیم یک نیم گلاس دل نخود است، حالا در این اضافه میکنم. دوستان نهایت عزیز، آرد خمیر بکنم. برای مواد لازمیش یک عدد تخم مرغ و مقدار نمک. آرد خمیر کنیم ببینیم که یک قاشق نمک اضافه میکنیم و بعد یک عدد تخم مرغ و بعدش کمی آب. دوستان خمیرش آماده شد. خمیرش برای نیم ساعت میمانیم تا اینکه کمک خود نرم کنه و برای آورد کردن آماده شد. دوستان نهایت عزیز، آردی که خمیر کرده بودیم حالا آماده شده و ای را نازک میکنیم. تاکی برای بریز زدن آماده شود. دوستان گفتن امانه آرد به اندازه که هرچی نازکتر شود
به مقدر خوبش میاد. کوشش کنید آردش که جور میکنید، کوشش کنید خوب سه نازو کنید. حالا یه برش میزنیم. کوشش کنیم کلیگی اندازهش مساوی باشه. دوستان علی خمیر بریشیده را دانه دانه در روی یک پتنوس یا یک مجمع که قبلا ما روی شعار زدیم به اینجا میمانیم که تقریبا دیگه نچسبه. دوستان نهاد عزیز این آوی جوش داده است. در این آوی جوش داده ما یک قاشق نمک و دو قاشق روغن اضافه کردیم. دیگه حال امی آردی که ما تیار کرده بودیم این را دانه دانه در آو مندازیم. به خاطر از این روغن انداختیم در یو که این آرده در یک دیگه خود نچسبه. دوست آرده خود انداختیم و میمانیم که خوب جوش بخوره تا در یک دیگه نچسبه. دوستان علی خمیر ما پخته است. همراه جالی میگیریم که اوش مکمل خشک شود. دوستای عزیز پیازی خورچوده را حالا در روغن تفت میدیم. سلام دوستا، امید که جور و صحتمند باشین. باش که عزیزان را زیاد استفاده نکنم. دیگه در وقتی ثبت برنامه ما خودم شخصا متوجه نمیشم. دیگه بعضی دوستا گفتن که تو زیاد عزیزان استفاده میکنی. دیگه بعد از این دیگه جویا بعد از این دیگه عزیزان را زیاد استفاده نکنم بخیالی. ولی تو بپس که خوب باش. ما اول به بیننده سلام کنیم. سلام و درود، خسته نباشید. خدمت تک تک شما خوبان امیدوارستم که در هر کنج کنار دنیا هستین شاد پیروز موفق سرحال باشید. دوستان نبوشن نمانه دیگه امروز ما بازم مهمانی جویا هستم با یک غذای متفاوت. بله بله دیگر بسیار خوش آمدی. سلامت باشید. دیگر صفا آوردی. دیگر دوستا پیشتر خانم حیدری بر ما گفته که ما اصطلاح عزیزم ازاد استفاده میکنم. خوب یک اصطلاح است دیگر، مردم خوب رقم اصطلاح ما بین خود استفاده میکنم. دیگر ما خودم شخصا واقعا متوجه نمیشم. آره دیگه یک عزیزم خوب یک چیزی بد نیست به نظر من. دیگه خب بازم اصطلاح فرق میکنه. سرگان کس بد میخوره، سرگان کس بد نمیخوره. خب اصطلاح دیگه. امروز دوستای عزیز ما برای خانم حیدری باز هم گرچن مخصوص برای خانم حیدری نه دیگه، برای آردوی ما دیگه. آردوی ما خواستیم که یک برنامه متفاوت تر داشته باشیم. امروز ما خواستیم که یک برنامه لخچک، آشپزی لخچک برای شما یاد بدم. گرچن خودم هم خود در حال تلویزیون ما اونجا یک آشپز داشتیم، ازبک بود. من دیگه ازبک ها و تاجیک ها به نظر این غذا ها را زیاد استفاده میکنن. بازانوم آشپز ما همیشه وقت در هفته یک روز دو روز اتمند برای ما دفتر از این غذا جور میکرد. دیگه نامش چی بود؟ لخچک است نامش. لخچک دیگه او طریقه جور کردن از اون ما از امو خاله آشپز یاد گرفتم. دیگه حالا ما اگر تصویر ما رو میبینه صدای ما رو میشنه و خدا یار جانش
در هر گوشه دنیا که هستن. دیگه بله دوستا، دیگه هر غذایی که آقای جویا درست میکنه دیگه مو طرز تهیهش دیگه بخی از اول لموت میمونه دیگه بخی در بله. از اول خب دیگه جویا گپ خلاص دیگه شروع نمیدونه. آره والا بخریم عالم نان نواق بسیار نواق شده. بله دیگه امیدوارم که واقعا یک غذای خوبش آمده باشه. دیگه ما گفته باشه مگه خوبش نبود دیگه، ما پیشروی کمره نمیگم دیگه که خوبش نامده. آه بگو بگو آزادانه بگو، اگه خوبش نامده بودم بگو، اگه خوبش آمده بودم بگو. بله باش دوستا، دیگه جای شما خالی، جای شما سبز. دیگه ما خانم مرزیه نان خود میخوریم، باش ببینیم که مزدار آمدن آمده. ولی خیلی جنجالی چیز بود، بسیار زحمت داشت. دیگه تقریبا مو دهی برنامه ما که ثبت نکرده باشیم یک 2 ساعت 3 ساعت ما برنامه ثبت کردیم. دیگه اون از 2 ساعت یا 3 ساعت برنامه که ما ثبت تلاش کردیم، ما دیگه او رو 10 دقیقه یا 9 دقیقه برای شما میمانیم که شما ما رو سیل کنین. شاید ما بین دوستای بیندا کسایی باشه که علاقه من به میرقم خوراکا باشه، دیگه اونو میتونن این تصویر رو سیل کنن، این ویدیو رو سیل کنن، اونو به شکل آسان راحت میتونن که یاد بگیرن. دیگه بخواهم متفکس خوب شدم. نیستی دوستان واقعا خیلی حالی هم ده. دیگه ای که نکمه خودم جور کردم صفت خود کنم، نه واقعا خوب شدم. دیگه ما امیدوار هستم که شما هم بتونین در خانه خود تمیتو چیز را جور کنین. دیگه ای بر یک روز از این غذاها چون حواسانه هست دیگه. دیگه جویا خودت آشپزی علاقمند شستی یا ولا علاقه داری که آشپزی کنی یا چی رقم؟ ولی تو چون فکر کنم که خیلی غذا هم میتونی پخته کنی. خانی مایداری سوال بسیار خوب کردی. گرچه آشپزی یک کاری است یا یک کمالی است که هر فرد باید یاد داشته باشه. دیگه او چی مرد باشه چی زن باشه فرق نمیکنه. آشپزی دیگه یک مهارت خاص خود داره، یک باریکی ما او مهارت را ندارم متاسفانه. ولی قبلا خود ما قسم میگفتیم ما شاید آشپزی خیلی سخت باشه و شاید نتانه یک کس یک چیز را جور کنه، اما وقتی که میایی یک چیز را از اول تا با آخرش خوب به دقت به چیز مثلا در اینترنت آن سرچ کنه آدم تمام چیز هست، آدم میتونه از روی دوش خوب چیزا یاد بگیره. دیگه مثلا یخنی است، بله بله قابل پلاو است. دیگه است دیگه جای خود چی بلد هستی که پخته کنی دیگه؟ والا ما خودم بنابرای دیگه ما تو پخته کنم دیگه والا خودم شخصا یخنی خوب جور کرده میتونم. دیگه آلو پراتا میگه دا، البته ما چند وقت پیش دا یک سال پیش ما راول پنجی بیدیم اونجی امی پنجابی ها جور میکرد، خیلی خوبش جور میکرد. دیگه او را ما یاد گرفتم از اونا. دیگه آلو پراتا جور کرده میتونم، دیگه پیزا پراتا جور کرده میتونم، دیگه اینمی لخشک هست، دیگه بولانیل که پر دوستا با تصویر گرفتیم. دیگه اینمی چند چیزها رو یاد دارم که بازم امی چیزهایی که ما یاد دارم کوشش میکنم که اینو رمت با تصویر بکشم تا دوستان ببینه که واقعا اینه. دیگه دوستان من به نوبت دیگه مت خورده میریم دیگه بله نوش جانت دیگه دوستان ببینه که واقعا آشپزی کردن میتونم نمیتونم. دیگه قضاوت دیست دوستان میمانیم. نه دیگه واقعا امروز هم مثل بولانی دیگه مت عالی. نوش جانت خانم مرزیم، تو هم رسینا گفتن آمان دوستا خانم مرجه امروز مرد در بخش کامره همکاری کردن. بله بسه دیگه خانه شان آباد دستش در نکنن. دیگه من همی فرمولا تصویرها را خوبش گرفته نگرفته، شاطرها را خوبش گرفته نگرفته. ما زیاد کوشش میکردم که باید زاویه هایی که مثلا تصویر گرفته میشه باید مراقبت کنه. نه دیگه باید خوبش بیاد. یک ویدیو را سر ما چند بار دیگه تکرار کردی دیگه. دیگه دوستا نگفته نمانه خانم حیدری کس یکی از ممتاز ترین شاگردای کلاب نامی رشتهش مزیادم گفت دایفو. دیگه یک خانم ورزشکار، یک خانم به اصطلاح قهرمان،
دیگر و در ضمن یک آوازخوان بسیار خوب که تازه به عرصه موسیقی گام مانده دیگر میخواد که از این بعد آهنگای خود جور کنه و آهنگای خود کلیپ کنه. بله انشاءالله. دیگر آشپزی که یاد نداره خیر است دیگر اون دو هنر یاد داره. دو هنر یاد داره که دو هنر شما خبر دارم که یک ورزشکار بسیار عالی است یک ورزشکار بسیار خوبه و در ضمن یک آوازخوان خوب که حنجره بسیار خوب داره بعضی موقع که دم آهنگ که زمزمه کرده که فکرش نبوده باز ما متوجه شدم خیلی خیلی خوب زمزمه میکنه. سلامت باشی عزیز. دیگر دوستا ما در افغانستان که بودم در کابل دیگر رشته ما دایفو بود دیگر مسابقه هم دادم دیگر شکر فضل خدا دیگر مدال طلا را گشته بودم دیگر در این چی کامدم دیگر رشته وشو را شروع کردم فیلن. دوستان نهایت عزیز تشکری خاص از تک تک شما که تا این دم با ما بودین و ما را تعقیب میکنین و ویدیوهای ما را لایک میزنین. برای حمایت از ما لطفا چینل ما را سبسکرایب و ایکن زنگ را فعال کنید. تا برنامه های بعد و تا ویدیوهای بعد و همه شما را تک تک شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. شاد و موفق پیروز و کامگار باشید.